گزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا رژیم ایران تهدید تروریستی تهدید جاسوسی در سایبری و حامی تروریست های نیابتی در منطقه اداره امنیت داخلی آمریکا در گزارش ماه جاری خود در مورد فعالیت های تروریستی رژیم نوشت رژیم ایران تلاش دارد با استفاده از قابلیت های سایبری یا نفوذ خارجی زیرساخت های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا را به خطر بیاندازد یا برهم بزند و تنش های اجتماعی و نژادی را تشدید کند. عوامل آنلاین نفوذ رژیم ایران از رسانه های اجتماعی دست ساز خودش، وبسایت های خبری نیابتی و اخبار رسانه های دولتی استفاده میکند تا روایت های نادرستی را به قصد برگرداندن مسئولیت پاندمی کووید 19 به جانب آمریکا و دیگر کشورهای غربی تقویت کند. عوامل رژیم ایران از طریق فیلم‌ها، کاریکاتورها و داستان‌های خبرهای رسانه‌های دولتی اطلاعات نادرست و روایت‌های غلط درباره پاندمی کووید 19 را در رسانه‌های اجتماعی عمومی منتشر می کند تا مخاطبان آمریکایی و غربی را به خود جلب کنند. عوامل رژیم ایران از شبکه های نیابتی استفاده می کنند که نشان می دهد آمریکا ویروس کرونا را به عنوان سلاح بیولوژیکی ایجاد کرده و در حال انتشار دروغ در مورد کووید 19 در ایران است. رژیم ایران اقدامات تروریستی خود به عنوان گزینه‌ای برای مقابله با آمریکا از جمله از طریق نیروهای نیابتی مانند حزب الله لبنان را ادامه می‌دهد.